همچنین می‌خواهم در اینجا مسئولیت دولت آمریکا را در شکل گیری این فاجعه یادآوری کنم. اگر آمریکا به تعهدات خود عملی کرد، بی‌تردید حمله فاجعه بار به نیویورک قابل پیش‌گیری بود. بنابراین از جانب مقاومت مردم ایران اعلام می‌کنم که از این پس هر خطری که متوجه ساکنان نیویورک شود، آمریکا در آن مستقیماً مسئولیت دارد. بله، اکنون زمان جبران است. زمان جبران سیاست اشتباهی است که در یک سال گذشته خسارت بزرگی به مردم و مقاومت ایران وارد کرده است. بر این اساس تاکید می‌کنیم که یک، جامعه بین‌المللی و به ویژه دولت آمریکا و ملل متحد باید شرایط بازگشت فوری اعضای مجاهدین را از لیبرتی به اشرف فراهم کنند تا پروسه اعزام آنها به کشورهای ثالث از اشرف دنبال شود. این تنها راه تأمین حفاظت و امنیت مجاهدان آزادی در این شرایط است. پناهندگان ملل متحد باید دلادرنگ موقعیت پناهندگی آنها را اعلام کند. شورای امنیت ملل متحد باید دولت عراق را ملزم کند که درهای لیبرتی را به روی وکلا، خبرنگاران، هیئت‌های پارلمانی و سیاسی باز کنند. چهار، دبیرکل ملل متحد باید یک نماینده بی‌طرف برای اشرف و لیبرتی تعیین کند و هیئتی را مأمور تحقیق درباره کشتار ساکنان لیبرتی کند. و سرانجام میخواهم از اینجا به هموطنانم بگویم که پاسخ این حمله آخوندها یک مبارزه صد برابر برای به زیر کشیدن این رژیم و برقراری آزادی و دموکراسی است. پس کوشش و مبارزه خود را گسترش دهید. روابط سیاسی خود را با فاشیسم دینی و حاکم بر ایران قطع کنند. جامعه جهانی را وادار کنید که خود را با مبارزه ملت ایران برای تغییر این رژیم دیکتاتوری پوسیده مذهبی همجهت سازند. و به اصف نشانها و اعضای کانهای ارتش آزادی در سراسر ایران و در سراسر میهنه به خون خفته ایمان میگویم برای ادای وظیفه نسبت به شهیدان و جاودان فروخای آزادی و برای پایان دادن به ظلم و بیداد ملت فقیر، مبارزه و مقاومت خود را صد چندان کنید. Thank you.
مریضان و درد و رنج مجروحان، باز هم بر عزم و اراده مجاهدان آزادی و اسرارشان‌ها و مردم ایران خواهد افزود. و ولی فقیه طلس شکست ارتجاع باید بداند که به زودی سرنگون خواهد شد و باید بداند که این خونها جز بر این که عزم مردم ما را برای سرنگونی آنها صد چندان کند چیزی به دست نخواهد آورد. Thank you.